من بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه میشه. خب بابک، میدونم که تو روز گذشته در مرز حضور داشتی، برامون از وضعیت اونجا الان بگو. دلیل سفر من به مرز اسرائیل و لبنان دیدن فضا و تصویری بود که پس از تنش‌هایی که در هفته‌های اخیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان افزایش یافته دیده بشه. با آنکه من تجربه نظامی ندارم، اما آنچه که از دید من بود این بودش که حزب الله لبنان پایگاه‌ها و پست‌های دیدبانی خودش را بسیار افزایش داده، حال به خاطر آغاز عملیات، به خاطر هشدار دادن به اسرائیل هست نمیدونم، اما فضای بسیار نظامی، شاید در 100 متری 200 متری که جایی که من ایستاده بودم یک پست دیدبانی بود که در اونجا برخلاف توافق هایی که بین حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 2006 بود که نباید حزب الله لبنان نزدیک مرزهای اسرائیل بشه و نباید افراد اون با سلاح در اونجا باشن، هم نزدیک مرز بودند افراد حزب الله و هم اینکه اسلحه دست داشتن، حتی با دیدن ما صدای بلندگوهای خود را بلند کردند و ترانه های مذهبی گذاشتند. با افسر ارتش اسرائیل که در همین مرز با لبنان من صحبت کردم، او گفتش که هدف اسرائیل در جنگ آینده با لبنان تنها افراد و پایگاه‌های حزب الله نخواهد بود. او به طوری اشاره کرد که در این جنگ بدون شک شبکه‌های سراسری لبنان هم مورد حمله اسرائیل قرار خواهد گرفت، زیرساخت‌های لبنان مورد هدف اسرائیل قرار خواهد گرفت و در دست آخر این مردم و کشور لبنان خواهند بود که به پای حزب الله لبنان خواهند سوخت. او همچنین اشاره کرد که اگر حزب الله لبنان در لبنان حضور نداشت، بدون شک یکی از کشورهایی که در توافق ابراهیم شرکت میکرد و به زودی اون را امضا میکرد لبنان بودش. در مصاحبه با میم، یکی از افسران عالی رتبه اطلاعاتی ارتش اسرائیل در مرز لبنان، با هم سخنان او را گوش میکنیم. کشور اسرائیل این روزها گفتگوها را برای تعیین مرز آبی با لبنان ادامه می‌دهد و اولویت برای ما البته راه حل دیپلماتیک است و نه نظامی، اما با وجود تهدیدات حزب الله در این زمینه من تردیدی ندارم که اگر این سازمان تلاش کند تهدیدات خود را عملی کند، با واکنش سریع و سخت ما روبرو خواهد شد. باید این را یادآوری کنم که حزب الله با این تهدیدات بیش از هر چیز به مردم لبنان و اقتصاد و ثبات این کشور آسیب خواهد رساند. لبنانی که هم اکنون نیست، پس از 2 سال رکود اقتصادی، همچنان از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد. پس تلاش ما این است که تا حد امکان به این راه حل دیپلماتیک دست پیدا کنیم. باید بگویم که اگر حزب الله در لبنان نبود، تا کنون این کشور قسمتی از توافقهای ابراهیم بود. حزب الله تلاش می کند که جنگ پیشین این سازمان با اسرائیل را پیروزی خود قلمداد کند، اما باید دید که اهداف این جنگ از دید آنها چه بوده. اگر هدف آنها ویرانی لبنان و بازگرداندن این کشور و مردم آن به 10 سال عقبتر بوده، حتما آنها پیروز شدند، زیرا توانستند هم به کشور و هم به مردم آن صدمه زنند و در آینده هم ما کاملا آماده هستیم تا پاسخ تهدیدات آنها را بدهیم. بله، مصاحبه همکارم بابک اسحاقی رو میشنیدید با افسر ارشد اسرائیلی. اما